سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. سال نو رو بهتون تبریک میگم. سالی پر از اتفاقات قشنگ. ما الان وارد 1402 داریم میشیم. این ویدیو رو دارم میگیرم توی 1401، یعنی 29 اسفند، و هوا عالی و صدای پرنده هم داره میاد. همونطوری که بهتون قولشو داده بودم، خواستم ویدیویی تهیه بکنم و توی این ویدیو ها میخوام مستندسازی بشه و روند کارم رو به صورت شفاف و تمام اون تحقیقاتی که 8 سال براش زحمت کشیدم توی ویدیو هام دارم میذارم و بهتون میگم که دارم چی کار میکنم، چجوری میتونم جمعیت سازی بسازم با کمترین هزینه و راندمان جمعیت سازیمو ببرم بالاتر با تکنیک دو ملکه‌ای. و من استارتم رو با سیستم دو ملکه‌ای میزنم و بهتون میگم که چی کار دارم میکنم و از کجا دارم شروع میکنم و چجوری مدیریت میکنم این سیستم دو ملکه‌ایمو و چجوری عسل برداشت میکنم و الان تو چه وضعیتی هن، زنبورا تو چه وضعیتی هن. همه اینها رو ویدیو به ویدیو، پارت به پارت براتون میسازم و بهتون میگم که من توی زنبورستانم چی کار میکنم که تغذیه‌ام رو کمتر میکنم ولی جمعیت سازیم رو بیشتر میکنم. بهتونم گفته بودم من دیرتر استارت میزنم، منابع رو میذارم میمونه و توی منابعی که دارم میرم رو سیستم دو ملکه‌ای و اونجا استفاده میکنم. هرچقدر به نفعم دیرتر استارت زدن، چون از اون برم مریضیم کمتر میشه و زنبورم تو حالت عادی خودش داره پیش میره و من هیچ دخالتی روی استارت زدن نمیزنم، فقط زنبور رو تو حالت خودش نگه میدارم و روش مدیریت میکنم. من با این روش میرم جلو و الان میخوایم سیستم دو ملکه‌ای رو راه اندازی کنیم. من لباسامو عوض کنم، دستکشمو بذارم، خمیر رو بذارم و کندوها، حالا با هم دیگه میریم جلو. دیگه کلا ویدیوهامو به این صورت میگیرم که بدونید دارم چی کار میکنم. من تو این چند روز قولشو داده بودم که هفته پیش، یعنی جمعه بسازم. الان دوشنبه است و 29 اسفند، نتونستم. تو چند روز درگیر کارهام توی شرکت بودم و الانم میخوام لباسم عوض کنم و با همدیگه بریم برای سیستم دو ملکه‌ای و چی کار میکنیم که سیستم دو ملکه‌ایمون رو راه اندازیم. من همین جایی که نشستم دوتا کندو دارم. این دوتا کندو رو میخوام روی سیستم دو ملکه‌ای اجرا بکنم و بریم برای ادامه ویدیو و آموزش هایی که برای این سیستم دو ملکه‌ای هست بریم. دیگه همین، بریم فقط برای عوض کردن لباسم و با من همراه باشید. خب بچه ها، من لباسم عوض کردم و میخوام بگم چه چیزی نیاز داریم که سیستم دو ملکه‌ایمون رو اندازی بکنیم. ببینید، من یه توری آوردم. این توری چطور بهتون بگم، به عنوان پشه بند میشناسن و یه توری پشه بند، فقط به ابعاد در کندو من بریدم به این صورته و یه شبکه مان ملکه است که جدا بکنم و اینو میذارم داخل کندو. حالا اینا اگه مان ملکه هم نذاشتیم، ولی خب من برای احتیاط میذارم و بابت اینکه ملکه بالا نیاد. ملکه بالا، یه ملکه بالاست، یه ملکه پایین و یه طبق میذارم روی کندو و ببینیم که روند کار چجوری. فقط تجهیزاتی که نیاز داریم و من اینجا آوردم که بهتون نشون بدم. یکم آفتاب فکر کنم داره اذیت میکنه. بذار یکم دوستان، فقط گفتم که چه چیزایی نیاز داریم و همه رو گذاشتم که بگم. توری، تجهیزاتی که نیاز داریم و توریه و شبکه مان ملکه و یه طبق. الان من اینو میذارم، یکم فاصله میذارم و نشون میدم که چجوری هستش. یه مسئله‌ای که هست، من اول ویدیو یادم رفت بهتون بگم، این الان اینو میذارم توی اول ویدیوم. ببینید دوستان، اگه از این ویدیوهای من دارید کپی برداری میکنید و به اسم خودتون دارید تمومش میکنید، خواهش میکنم اسم منو بیارید
و به غیر از اون من اصلا راضی نیستم که این کارو دارید انجام میدید. اینو حتما دارم بهتون میگم چون واقعا حساسم. دیدم ویدیوهای من ویدیو ساختم و کسایی اومدن از ویدیوهای من استفاده کردن بدون اینکه نام منو بیارن و از ویدیوهای من استفاده کردن. اینو خواستم بهتون بگم که اگه از ویدیوهای من دارید الگو برداری میکنید و فیلم میسازید حتما باید اسم منو بیارید، وگرنه من راضی نیستم از این روند کار، چون این 8 سال زحمت منه و واقعا تلاش کردم، واقعا روش فکر کردم، روش مستندسازی کردم، بررسی کردم که چطور میتونیم این سیستم رو راه اندازی کنیم با کمترین هزینه بهترین عمل کرد و بتونیم یه پرورش ملکه خوبی داشته باشیم، بتونیم عسل آوری خوبی داشته باشیم، جمعیت سازی داشته باشیم که بر وفق مرادمون باشه با کمترین بیماری. و اینو خواستم بهتون بگم. اگه دوباره تکرار میکنم، اگه از این ویدیوهای من دارید استفاده میکنید، بر ویدیوهای خودتون اضافه میکنید یا دارید ازش استفاده میکنید، حتما اسم منو بیارید و بگید که از کجا دارید الگو میگیرید. من چیز خاصی ازتون نمیخوام، فقط اینه که از کجا دارید استفاده میکنید و حتما بگید که مثلا از کانال حسین بیکیپر دارم استفاده میکنم یا از حسین صمدی دارم استفاده میکنم. اینو حتما خواهش میکنم، تمنا میکنم، بگید. ممنون میشم ازتون. خب بچه ها، من الان میرم پیش این دوتا کندو زرد و آبی و همه رو توضیح میدم. در رو ببندم و دستکش هم بذارم و الان که داریم میبینیم اینجا خیلی گرده داره میاد. یه دسته من دوباره میبینم بینم ویدیو داره درست میگیره. اوکی، اولین کاری که انجام میدیم اینه که میای جمعیت کندوها رو بررسی میکنیم. این کندو روی تقریبا فکر کنم 5 گابه و این کندو جمعیتش زیادتر نسبت به این. یه نکته ای که هست اینه که جمعیتی که خیلی زیاده رو بذاریم به سمت پایین و جمعیتی که خیلی کمه به سمت بالا میذاریم. الان دارم میبینم که جمعیت دوتاشون، این جمعیتش زیادتره و این جمعیتش کمتره. خب، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من توی زنبورستان و زنبورداریم انجام میدم اینه که دودی اصلا نمیدم. خب این اصلا به نظر من برای من اشتباه، نباید این کارو انجام بدم. خب زنبور ما نیست. خب میبینید استرس الان خیلی زیاده و زنبور استرس داره. حالا میام چی کار میکنم؟ میام برم یه ظرف شربت خوری بیارم. خب ببینید بچه ها، من الان یه ظرف شربت خوری این پایین میذارم که شربت پایین رو تامین کنم و ظرف شربت خوری گابی که دارم ظرف بالا رو تامین بکنم. حالا گابی اینو میکشم بیرون که بتونم این ظرف شربت خوری رو اینجا
اینجا بذارم. هر چقدر رو به جلو میریم گاوای شربت خوری خیلی ضعیف تر میشه. اوکی خب من این خمیر رو بردارم، خب اینم اینجا اینم میچسبم که بتونم شربت اینو بدم. اولین کار این شبکه مال ملکه میذارم اینجا، خب و این کوریرم میذارم اینجا. خب حالا بیاین بچه ها، این طبقه هم میذارم این بالا. خب و ببینید این قاب گردمون میذارم این گوشه، شربت خوریمون این گوشه بود، حالا اینم همین سمت میشه. یه نکته دیگه‌ای که هست اینه که سعی کنید از یک نوع نژاد باشه و ملکه‌هاتون هم همسن باشه، یعنی اگه ملکه‌هاتون برای پارساله حتما دو ملکه‌ای که انتخاب میکنید پارسال باشه، یعنی همسن باشن ملکهاتون، چون فرمونی که پخش میکنم زنبورها یکسان پخش میکنن و ما اینو باید حتما در نظر بگیریم. خب من اینم میذارم. سلام دارم. اوکی. حالا میتونیم فعلا این کارو نمی کنیم چون میخواستم پوکه بدم. پوکه میتونیم از این سمت به این بدیم. پوکه میذارم اینجا، خب این قاب شربت خوریمون و اینم
اوکی از این وضعیت من الان بیارم نشون بدیم. آها خب بچه ها دیدی که چیکار کردم و اینجا که دارید میبینید زنبورای پروازی هم زنبورای پروازی سعی کردم بغل دستشو بذارم و همین رنگ خود کندویی که هستش سعی کردم از خود رنگش باشه. زنبور اولین کاری که میکنه بر اساس رنگ میاد و میره داخل کندو. اینم که از این وضعیت دارید میبینید، اینم که توری و اونم که شبکه مان ملک. حالا از یک نوع نژادم و همسنم هستم. خب دوستان من جامو عوض کردم و خواستم که بیام اینجا توضیح بدم که چی کار کردیم و الان ما تو چه مرحله هستیم. فعلا مرحله اولیم و ما اومدیم یه شبکه مال ملکه گذاشتیم، یه توری گذاشتیم و یه طبق و کندویی که بغل دستش ضعیف‌تر بود اضافه کردیم به کندوی قوی، که این روال به این صورت انجام میشه که بتونیم زنبور ضعیفمونو به شدت رشد بدیم. این روند چی کار داره میکنه؟ ببینید تو این فصل، مخصوصا تو فصل بهار، پذیرش فوق‌العاده است، یعنی بدون استثناء قبول میکنن. ببین یه کلونی قوی داریم، یه کلونی ضعیف داریم. وقتی کلونی ضعیف اضافه میشه به کلونی قوی، اون حس حسادت به وجود میاد و سعی میکنه کندو رو به صورت قوی ایجاد بکنه و بتونه فرمون خودش رو پخش بکنه، چون هر لارو هر تخم فرمون ملکه خودش رو داره پخش میکنه. پس در نتیجه ملکه ضعیف شروع میکنه به اینکه بیاد فرمون خودش رو قوی بکنه و پخش بکنه توی کندو. این باعث میشه که تخم ریزی کندوی ضعیف بیشتر بشه. و یه نکته دیگه، این روند به این صورت اجرا میشه که شما میتونید از زنبورهای کارگر استفاده بکنید، هم از زنبورهای کارگر کندوی قوی هم از زنبورهای کارگر ضعیف. این باعث میشه که شما چندین برابر راندمانتون بیشتر بشه. حالا بازم میریم جلوتر و بهتون میگم که چی کار داریم میکنیم و با چه روندی داریم پیش میریم. ببینید توی پذیرش ملکتون من داروی کنه نمیدم، چون استرس کندو بیشتر میشه و با همین روال پیش میریم، بریم جلو، بریم برای پارت های بعدی. فکر کردم زنبور دانش میزنم. بریم برای پارت های بعدی و با همدیگه بررسیش میکنیم. سال نورم بهتون تبریک میگم. سال 1402 امیدوارم سالی پر از اتفاقات قشنگ، پر از چیزهایی که دوست دارید به وجود بیاد، آرزوهایی که دارید به وجود بیاد برسید. و 1402 هم با این روند پیش میریم که بتونیم یه استارت خوب قوی داشته باشیم و بتونیم یه زنبورستان عالی، کلونی عالی، پرورش ملکه عالی و بتونیم محصولات زنبور عسل رو برداشت بکنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، بتونید استفاده بکنید. حتما اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بنویسید. من مخلص شما حسینم و دونه به دونه سوالاتتون رو جواب میدم. تا ویدیوی بعدی، تا پارت بعدی، خداحافظ.